دونالد ترامپ میگوید نتیجه انتخابات را از او دزدیدند. آیا این ادعا توشه‌ای برای آینده سیاسی او نیست؟ ترامپ و موجی که او را به قدرت رساند چه آینده‌ای دارند؟ سلام، اینکه دونالد ترامپ با مفهوم شکست آشنا نیست را حالا دیگر مخالفانش هم میگویند. البته به قصد نمک پاشیدن بر زخم او و با این هدف که بگویند ترامپ بازنده خوبی نیست. اما اگر ترامپ این شکست را با مناقشه در اون به زمینه یک پیروزی برای خود در انتخابات آینده تبدیل کند چه؟ آنان که ترامپ را شناختن میگویند این نام و نشان و به قولی برند ترامپ هست که برای او اهمیت دارد. به این ترتیب آیا مایه شگفتی خواهد بود اگر ترامپ یکی از فرزندانش را با 200 میلیون دلاری که بعد از انتخابات اخیر جمع کرده روانه انتخابات بعدی ریاست جمهوری آمریکا کند؟ گذشته از ترامپ و خانواده‌اش، موج و جنبشی که ترامپ رهبر آن شد تا چه حد توش و توان خود را حفظ خواهد کرد و در انتخابات آینده در چه ابعادی ظاهر خواهد شد؟ در بحث این هفته کاملیا انتخابی فرد، سردبیر نشریه ایندیپندنت فارسی میگوید ترامپ سرمایه و اعتباری اندوخته که سکوی مناسب برای انتخابات بعدی ریاست جمهوری در آمریکا خواهد بود. اما سعید شمس، استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه سوران کردستان عراق میگوید حفظ توش و توان حرکت‌های راست افراطی نیاز به سازماندهی دارد، سازماندهی که در اختیار ترامپ نیست. خیلی خوش آمدید خانم انتخابی فرد. به ما بگید که آیا ترامپ واقعا سرمایه و اعتبار قابل اتکایی داره، به خصوص با این مناقشه‌ای که در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری کنونی داره؟ ریاست جمهوری کنونی منظورم ریاست جمهوری که به تازگی برگزار شد و همه چیز نشون میده که بازنده است در انتخابات، ولی کماکان در اون مناقشه میکنه و حتی سران جمهوری خواه هم همحزبی هاش هم نگرانن از این وضعیت. به نظر میرسه که قبل از اون که بخوایم بگیم که آقای ترامپ در انتخابات بعدی چه توش و توانی خواهد داشت، بعد یک نگاهی بکنیم به سابقه آقای ترامپ و مدیریت سیاسی و اقتصادی که در چند دهه گذشته داشته. آقای ترامپ پیشینه‌ای داره بر اساس مستنداتی که در مورد زندگی شخصی ایشون ساخته شده که شکست رو نمیپذیره و همیشه اون شکستی رو که در درون خودش ممکنه بپذیره اما به اون اذعان نمی‌کند رو تبدیل به توش و توانی برای پیروزی بعدی می‌کنه. آقای ترامپ موفق شد که یک جمعیت بزرگی رو 73 میلیون نفر رو در این انتخابات بسیج بکنه که به جمهوری‌خواها رأی بدن. این یک سرمایه بزرگی بوده. یا اون 200 میلیونی که شما فرمودید، 210 میلیون دلار تاکنون به صندوقی به نام آمریکا را نجات دهید به اسم آقای ترامپ واریز شده. گفته میشه که به زودیشون اعلام میکنن که طرح ایجاد یک کمیته ای رو دارن که اون کمیته انتخاباتی در چند سال آینده بتونه همچنان پولهایی رو که مردم میخوان به این صندوقی که مربوط به حمایت از نمایندگان مختلف حزب جمهوری خواه هست یا در مورد نظرسنجی یا پرداخت به کاندیداهایی که به طور مستقل در حزب جمهوری خواه میخوان فعالیت بکنن رو فراهم بکنه. خب این ایده خیلی خوبی هست و باعث قدرتمندی آقای ترامپ میشه که در آینده بتونه در انتخابات کوچک، در شهرهای کوچک، در انتخابات سنا و یا مجلس نمایندگان تاثیرگذار باشه. اینها رو حزب جمهوری خواه نمیتونه نادیده بگیر در مورد آقای ترامپ و اون قدرتی که داشت برای آوردن مردم به پای صندوق‌های رأی. نمیتونیم بگیم که آقای ترامپ یک راست افراطی بود، به همین دلیل مردم اومدن به یک راست افراطی رأی دادن، چون در اون صورت باید بگیم که واقعا 73 میلیون نفر در آمریکا، یعنی نصف رای دهندگان راست افراطی بودن که اینطور نیستش. اما میتونیم بگیم که ایشون از یه سابقه میاد که داره سعی میکنه از فرصت حزب جمهوری خواه، از میدانی که در اختیارش گذاشته شده استفاده بکنه، در اون میدان بازی بکنه و اون موجی رو که میخواد ایجاد بکنه برای تاثیرگذاری در این حزب، در داخل همین حزب خواهد بود. بله. این
پولی که به آقای ترامپ داده شد بعد از انتخابات اخیر برای در واقع کارهای حقوقی جهت مناقشه در نتیجه انتخابات بود. الان شما میگید که در واقع این سرمایه است برای اینکه در انتخابات چه ایالتی، برای مجالس، چه انتخابات ریاست جمهوری بتونه ازش استفاده کنه. آیا منظور شما اینه که ترامپ از همین حالا واقعا داره زمینه سازی میکنه برای یه شرکت در انتخابات؟ بله، یه صندوق جدیدی رو داره درست میکنه به نام صندوق کمیته انتخاباتی. به گفته نیویورک تایمز شاید تا زمان مراسم تحلیف آقای بایدن اعلام بکنن حضور و وجود چنین صندوقی رو، که بر اساس تجربه‌ای که برای جمع‌آوری مبلغی که بود آمریکا را نجات دهید که 210 میلیون دلار در اون جمع شده، بتونن برای آینده در 4 سال آینده هم پول جمع بکنن. این باعث میشه که ایشون بتونه نفوذ و حضور قدرتمند خودش رو در حزب جمهوری خواه حفظ بکنه. ما نمیخوایم پیش بینی کنیم، ولی در حدی که همین الان گفتید بر اساس این شواهد فکر میکنید خودش در انتخابات ریاست جمهوری بعدی بیاد جلو یا یکی از فرزندانش رو بندازه جلو؟ خیلی دشوار هست که بخوایم بگیم ایشون چه میکنن، ولی با این نفوذ و قدرتی که دارن میتونیم بگیم که میتونه تاثیر خیلی زیادی بگذاره و بسته به ساختار و سازوکار حزب جمهوری خواه هم داره در 4 سال آینده، که ببینیم آیا با طرح و برنامه‌ای که آقای ترامپ دارن حاضر میشن از خودش حمایت بکنن یا از فرزندانش حمایت بکنن. یه نظرسنجی در چند روز گذشته نشون داد که در سایت مانکی که در 4 جمهوری خواهی که شانس زیادی میتونن در سال 2024 داشته باشن، جالب بود که نفر اول پسر آقای ترامپ بود و نفر دوم آقای مایک پنس و نفر سوم ایوانکا ترامپ و چهارم خانم نیکی هیلی که سفیر. یعنی در این 4 نفر دوتاش فرزند، دوتاش فرزندانشون بودن، پسر بزرگش و ایوانکا دخترش. همینطوره. خیلی زود هست که بخوایم بگیم چه خواهد شد. خودش سنش بالا خواهد رفت 4 سال دیگه، ولی این قدرت و نفوذ رو اگر بتونه حفظ بکنه و در 4 سال آینده از این میدان بزرگ بازی حزب جمهوری خواه به نفع خودش استفاده بکنه، فرصت‌های زیادی رو میتونه برای اون برند خودش که شما فرمودید یا آرم و نشان تجاری خودش فراهم بکنه. آقای شمس، شما معتقد هستید این موج، این حرکتی که در انتخابات 2016 ایجاد شد و ترامپ ازش بر اومد، یا شاید ترامپ میشه گفت به راه انداخت، این ادامه نخواهد داشت با همین شتاب، با همین ابعاد؟ بر چه اساس چنین فکر میکنید؟ البته ما هم نمیتونیم بگیم ادامه نخواهد داشت، ولی من فکر کنم شکست ترامپ نقطه عطف بسیار بزرگی خواهد بود در تضعیف این جریان. برعکس نظر خانم کامیلا فر، من فکر کنم جریان راست افراطیه، یعنی حالا میشه گفت موج سوم، خط سوم، ولی خب ما در تمام قرن 20 همیشه این جریان هایی که میگیم موج سوم، یه طرفش فاشیسم بوده، بعدش راست افراطی بوده، اون ورش مثلا سوسیال دموکراسی نوردیک بوده، نوع سوئدی، چون همیشه این بوده که تو اون فضای چپ و راست خط سوم، یعنی یه مفهوم پوپولیستیه. بله، ولی چرا فکر میکنید این نتیجه انتخابات این موج رو تضعیف خواهد کرد؟ خانم انتخابی فرد میگه که 70 و چند میلیون رأیه. من روی رأی میام، به نظر من خود انتخاب آقای ترامپ و پیروزیش در انتخابات 2016 وابسته بود به فاکتورها، متغیرهایی که این متغیرها از 2020 به بعد خیلی مشکله همون سر جای خودشونه. یکی اولا خب شما میدونید که 2008 ما اون بحران مالی رو داشتیم که اون بحران مالی گوردن براون، نه اوباما، اینه تصمیم گرفت که آره نخست وزیر پیشین بریتانیا تصمیم بانک ها رو بازخرید بکنن و بعد همین سیاست رو در آمریکا پیش بردن و بقیه اروپا. خب نتیجه این، خب این تصمیمی که اینا گرفتن نتیجهش این بود که بخش وسیعی از طبقات خرد بورژوازی، طبقات متوسط رو بی‌خانمان کرد، یعنی همون بانکایی که اینا بازخرید کرده بودن با پول عمومی در واقع و اینا رو نجات داده بودن، بعد این بانک‌ها دوباره خصوصی شدن و اون پول عمومی را از جیب مردم باز می‌دادن، در چند روز ریاضت اقتصادی را شروع کردن و همون بانک‌ها این خونه ها را دوباره از مردم گرفتن و بخشی از این مردمی که پشت سر ترامپ بودن در واقع همین لایه ها بودن، لایه هایی که کسانی که از اون بحران اقتصادی از این بحران ضرر دیده بودن به هر دلیلی و به شدت موقع یه فاکتور بسیار مهمی بود. میتونست گوردن براون یا رهبران غرب، که به نظر من نقش گوردن براون به این دلیل میگم
اونها رو متقاعد کرد که این کار بکنن و خود گوردون براون هم در 2018 با بی بی سی مصاحبه داره تایید میکنه و نقدم میکنه خودش که ما این کارمون نمیتونیم. فکر میکنید چون چنین بحرانی رو در افق نمیبینیم احتمالاً این یک فاکتوره. دیگر فاکتور دوم اینه که این کرونایی که پیش اومده شما الان نگاه بکنید که در این کرونا چین داره رشد اقتصادی داره، یک سرمایه دولتی بسته لاکداون کرده ولی باز اقتصاد کار میکنه. در غرب ما اقتصاد کار نمیکنه. شما همین بریتانیا آمار نگاه بکنی میگن رکودی که ما داشتیم 300 سال گذشته سابقه نداشته. 300 سال گذشته واقعا من خودم تعجب کردم وقتی این آمار نگاه کردم. یعنی شما بعد از این حالا اگر ما کرونا رو هم بتونیم مدیریت بکنیم غرب یعنی اروپا اقتصادش ممکنه. اقتصاد خب بخواد. این دوتا تناقض ندارن. در فاکتور اول شما گفتید چون بحرانی در افق کشورهای توسعه یافته مثل بحران 2008 نمیبینیم، امکان این که جریانی چون ترامپ بتونه این جمع متضرر از بحران اقتصادی رو جمع کنه سخته. ولی حالا دارید میگید یه بحران اقتصادی در پیش در نتیجه کرونا. خب ممکنه همین بحران اقتصادی دوباره شتاب بخشه به خب باید به این مثلا توجه بکنیم که این جریان چه برگزیت در اینجا جریان به هر حال بوریس جانسون یا ناجد فراج چه ترامپ یا هر تی پارتی در واقع تی پارتی که ترامپ اونا ترامپ آوردن اینها روی مین استریم کار کردن. این خودشون جنبشی نبودن که بتونن این حزب اصلی رفتن بخشی از این احزاب سنتی راستو که جناح راست کشوندن بسن آره نشوندن و از طریق اونا پیش بردن. بحث من اینه که هم به نظر من اون چیزی که بایدن داره میگه و هم حتی حزب جمهوری خواه متوجه شدن اون سیاستی که اونها در 2016 در پیش گرفتن سیاستی به عواقب خطرناکی داشت و اینا ما توجه بکنیم ما در 1930 هنوز اتحاد شوروی این وضعیت نداشت که رقابت بکنه. الان 100 سال پیش نه آره در اون رکود الان چین این موقعیت اقتصادی رو داره و غرب به نظر من اگه بخواد خودش رو بازسازی بکنه بعد از کرونا باید سیاست رو پیش بگیره که رشد اقتصادی از طریق این رشدی که اینا پیش میاد. شما آمریکا نگاه بکنید حالا روی این رأی هم به نظر من باید صحبت بکنیم که این اصلا مثلا ترامپ موفق نبوده در این 4 سال در تمام عرصه هایی که شما نگاه بکنید از اقتصاد اینه که این پوپولیسم راست در واقع سیاستی که درست شعار خیلی عوام فریبانه میده مردم دوست دارن ولی خب شما در عرصه اقتصادی در عرصه همه عرصه نگاه بکنید کرونا هم نشون داد درست اون جایی که این پوپولیسم حاکمه بیشترین تلفات ما داشت. خب استدلال اصلی شما اینه که حزب جمهوری خواه آمریکا که یک حزب کلاسیک استخوندار جا افتاده است این حزب دیگه تن نمیده به ترامپ. اگر ترامپ بیاد به حزب جمهوری خواه بگه که من 70 میلیون نفر رأی پشتم دارم و میخوام بیام توی انتخابات در هر صورت، آیا این سران جمهوری خواه رو ناچار در گزینه بین کسی که 70 میلیون نفر رای داره و کسی که ممکنه رایش کم باشه ولی از جمهوری خواهان کلاسیکه در چنین انتخابی حزب جمهوری خواه چه کار خواهد کرد؟ به نظر من ما هممون داریم گمان زنی میزنیم ولی یه چیزاییش مستنده دیگه این که حالا این میاد یا نه من گمان زنی من اینه من فکر کنم اون روزی که ترامپ از لومزین کاخ سفید ما رفت تو ماشین خودش لومزین خودش علا رقم ادعایی که میشه این موقعیت از دست میده. دلیلم اینه که بخشی از این آرا آرای مجازی ورچواله با همه سرعتی که جمع میشه با همه سرعت هم میتونه ضعیف بشه برای اینکه رابطه های سابق نیست، رابطه های رهبران سیاسی با بخشی از این میدیایی که همون آرا رای عمومی را ایجاد میکنه با همون سرعت هم از دست میره. رهبران میتونن برآمد بکنن بیان پایین و اینجوری نگاه نکنیم. این یک. دو من این 72 هرچی در این حال مانع این نیست که ترامپ بزرگترین بازنده سیاسی قدرت آمریکاست. جز 9 نفریه که فقط یک دور انتخاب شدن. این 9 نفر اگه شما به اعتبارش لطمه میزنه فکر میکنه بله این 9 نفر میکنه همه این 9 نفر مسائل دیگه ای مطرح بوده، این شخص خودش مطرح بوده علارغم اینکه تمام این حزب جمهوری خواه چیزی که خانم کمال فرمه به شدت تمام وقت در اختیارش بودن، حتی در استیزاهش واقعا حیثیت خودشون پشت ترامپ گذاشتن تمام کار با همه اینا شکست خورده و از اون برم این 80 میلیونی هم که بایدن رای آورده شما اینو در نظر بگیرید. از این زاویه این رای ما درسته رای بسیار بزرگیه ولی اینا همه به حساب این که همه اینا ترامپ رو با اون مفهومی که میخوام به نظر من درست نیست. خب یکی از این نکات رو بگیریم، این
70 خورده میلیون نفر، این پشتوانه ماندگاری برای آقای ترامپ در انتخابات بعدی نیست. اولا خیلی از اینها وفاداریشون به حزب جمهوری خواست، اینو نمیشه انکار کرد، بنابراین ترامپ نمیتونه روی همه این رأی ها که حساب کنه. دو، به گفته آقای شمس در جهان کنونی رأی ها میاد و میره، وفاداری ها میاد و میره، و فردا که آقای ترامپ کاخ سفید رو ترک کنه از نظر خیلی ها فراموش میشه. بنابراین واقعا میشه گفت که این کاری که الان داره ترامپ میکنه، این ایجاد توشه برای انتخابات بعدی، به خصوص که به خیلی از جمهوری خواها بر میخوره، اینجور زیر ساز و کار قانونی خود آمریکا زدن و نتیجه انتخابات رو به این شکل مورد تشکیک قرار دادن. آقای ترامپ یه خدمت بزرگ کرده به حزب جمهوری خواه در این انتخابات، و اون اگر که نتونست برای حزب جمهوری خواه در این انتخابات ریاست جمهوری رأی کافی رو بیاره که به کاخ سفید برگرده، در این انتخابات نسبت به انتخابات پیشین 10 میلیون رأی بیشتر آوردن. اگر ایشون سیاست ناکامی رو دنبال کرده بودن در این حزب و در سیاست اقتصادی آمریکا، اون 10 میلیون بعد ریزش میکرد، کمتر میشد. مسئله بعدی رأی آقای بایدن هست. ایشون درسته که برنده انتخابات شدن، ولی دموکرات ها به خاطر یک برنامه فوق العاده اقتصادی یا سیاسی با آقای بایدن و خانم کاملا هریس رأی ندادن. از تنفری که از آقای ترامپ وجود داشت در بخشی از ایالات متحده آمریکا، اینها اومدن و با آقای بایدن رأی دادن. برای همین داریم میبینیم که اختلاف رأیشون هم خیلی کم هست بین آقای ترامپ و آقای بایدن. اگر که کرونا وجود نداشت، همونطور که شما فرمودین، و وضعیت اقتصادی آمریکا مانند یک سال و نیم گذشته بود، تردید نداشته باشید که آقای ترامپ با یک رأی خیره کننده و شگفت انگیزی در آمریکا برنده می‌شدن. ولی همین عاملی که الان گفتید، تنفری که از ترامپ هست در میان بیش از 80 میلیون که رأی دادن به بایدن، خب اگر اعتبار ترامپ برای طرفدارانش باقی میمونه، این تنفر نزد مخالفاش هم باقی میمونه. یعنی به همون، بر اساس همون استدلال میشه گفت که اونهایی که جبهه گرفتن علیه ترامپ و دم و دستگاهش، به خصوص با این رفتاری که در ارتباط با نتیجه انتخابات گرفت، کماکان در اون جبهه باقی خواهند ماند. خب ولی ما بعد نگاه بکنیم ببینیم که موفقیتشون در 4 سال گذشته چه بوده و در کجاها بوده. آقای ترامپ 2 بار تغییر حزب داده، از دموکرات شده مستقل و از مستقل شده جمهوری خواه. تشخیص داد که شانس بیشتری در حزب جمهوری خواه داره، و اون چیزی که نگاه میکنه فروش اقتصاد هست، چیزهایی هست که برای مردم جالبه. اگه در مورد مهاجرت میگه، مهاجرت غیرقانونی در آمریکا میگه، و یا اگر که از بعضی از توافقات بین المللی میخواد بیاد بیرون، به گمان من به این خاطر نیست که میخواد آمریکا منزوی بشه یا سیاستهای راست افراطی داره، به این خاطر هستش که داره به اقتصاد نگاه میکنه، داره به منفعت مردم آمریکا نگاه میکنه، و همون چیزی هستش که خیلی از مردم میخوان بشنون. 4 سال دیگه همین حرفا رو مردم در آمریکا یا اون بخش بیش از 70 میلیونی میخوان بشنون. نمیدونیم. بله. اجازه ببخشید. بله. ولی به نظر میرسه که سعی خواهد کرد در چنان نفوذ و قدرتی در حزب جمهوری خواه در 4 سال آینده به دست بیاره که فارغ از این که بخواد کاندید باشه یا نباشه، نفوذ و حضور و حمایت ترامپ از هر کاندید در این حزب موفقیت آمیز باشه. بسیار خوب. شما فکر میکنید ترامپ بتونه چنین تاثیرگذاری بر حزب جمهوری خواه آمریکا داشته باشه کماکان، در اون حد که حزب جمهوری خواه در نهایت در واقع به چیزی روی بیاره که ترامپ میگه، حالا یا خود ترامپ یا کاندیدی که ترامپ ازش حمایت میکنه؟ من ارزیابیم اینه که دولت بایدن یا هر دولت دیگه با توجه به تحولاتی که هست، بعد از این تحول تصمیمات 2008 رو نمیگیرن، مجبورن در سیستم نیولیبرالیسم دستی بزنن، برای اینکه غیر از این باشه رقابت رو از چین میبازن. توضیح کردی این اصلا شامل بایدن و این تاثیرش روی حزب جمهوری و این تاثیر میذاره رو اینکه شما اگر بایدن موفق باشه، یعنی این تصمیم بگیره، من که میگم بایدن در چپ حزب دموکرات نیست، بایدن در وسط، خود خانم هاریس هم اینطور، ولی به هر حال شرایط به گونه ای به نظر من بازنگری خواهند داشت در این شرایط، و اگر اینا موفق باشن، یعنی در عرض مثلا 2 سال اول توی مهار بکنن، قطعاً حزب جمهوری خواه نمیتونه به اون برگرده، و اون توده هایی هم که به هر دلیلی
دنبال مثلا این نوع پوپولیزم هستن با توجه شرایط اونا بهبود پیدا بکنه، به نظر من کاملا اون این متغیرهایی که من میگم شرایطی ایجاد میشه که شما اصلا دنبال اون سیاست نخواهید رفت. یعنی شما همین الان ما در بریتانیا داریم میبینیم بوریس جانسون سیاستی که پیش میگیره در مورد کرونا با سیاست متعارف حزب مازوکا فرق داره، تفاوت داره، برای اینکه شرایط این ایجاد میکنه و از این نظر به نظرم حزب جمهوری خواه هم مجبور میشه تجدید نظر بکنه و دنبال سیاست هایی که سانی شد. البته این مشروط به این که غرب به این تصمیم برسه. متوجهم. اگر حزب جمهوری خواه آمریکا تن نده به ترامپ، به نظر شما ترامپ یک حزب، سازماندهی، جریان، جنبش سومی فارغ از حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه راه خواهد انداخت؟ بله، به نظر میرسه که این احتمال وجود داره. در وهله اول این عبارتی که به تازگی خیلی استفاده میشه در مورد پوپولیسم یا عوام‌گرایی به نظر من توهین‌آمیزه. اینکه مثلا بیایم بگیم که 70 و چند میلیون انسان عوام‌گرا بودن و رفتن با آقای ترامپ رای دادن به خاطر اینکه یک موجی ایجاد شده بوده حالا در مورد مهاجرین غیرقانونی داخل کشور یا در مورد اینکه انتخابات در مورد تقلب شده در انتخابات، این توهین هست و حتی این توهین هست به همون گروه های حزبی که از یک کاندید دارن حمایت میکنن. این که نوزه ما فکر بکنیم که مردم نادان هستن و فقط اون الیت یا اون طبقه برگزیده اجتماعی که با احترام به شما که تحصیلات دانشگاهی دارن فهیم هستن، این توهینه. من به نظرم میرسه که اون جریان جدیدی که در تمام جهان جاری هست و در ایالات متحده هم هست، جریانی هستش برابری خواه و اون جمعیت و اون جماعت هستن که فکر میکنن که بله، چرا در ناتو، ایالات متحده آمریکا باید خرج تمامی سربازایی رو که به خاطر ترس اتحادیه اروپا از اتحاد جماهیر شوروی سابق و روسیه امروزی هست رو پرداخت بکنه. من که در ایالات متحده تکس میدم به این موضوع اغلب فکر میکنم. ممکنه شما بگین که آقای ترامپ یک دروغگو هستش و یک شارلاتان سیاسی است که 750 دلار فقط مالیات داده سال 2017. خب از یه آمریکایی که بپرسید میگه نمیدونم، مدارکشو هنوز نگاه نکردم. بله، ولی اگه به سوال برگردیم، میخواستم برگردم، اگر ترامپ نتونه حزب جمهوری خواه رو به دنبال خودش بکشه، بله، بر انتخابات بعدی یک جریان سومی را میندازه. بله، میخواستم به همین موضوع برگردم. موفقیتی که داشت به عنوان کاندید شدن در انتخابات ریاست جمهوری برگشت به برنامه و سیاستی که در یه شوی تلویزیونی داشت، با عامه مردم ارتباط برقرار کرد. بله. الان هم 4 سال در ریاست جمهوری این فرصت رو بهش داده بود که یه تعداد دیگه رو مخاطب قرار بده. سفرهای زیادی به جاهای مختلف ایالات متحده کردن. شانس زیادی داره که بخواد اون جریان سوم در صورت اینکه کلن بخواد از حزب جمهوری خواه کنار گذاشته بشه که من بعید میدونم، شانس زیادی داره که خودش برای خودش یک موج تاثیرگذار بزرگی رو ایجاد بکنه. فرزندانش در کاخ سفید بودن، علارغم اینکه ما هرگز سابقه نداشته که فرزندان هیچ کدوم از رؤسای جمهور سابق به عنوان معاون ارشد یا مشاور رئیس جمهور باشن، فرزندانش رو به کار گمارد و مردم آمریکا فرزندان آقای ترامپ رو در جلسات مختلف مهم سیاسی دیدن. دخترش به عنوان سفیر پدر در مذاکرات مهم سیاسی شرکت داشت. این سرمایه گذاری از اقتصاد به اقتصاد سیاسی برای هم راه اندازی یک جریان سوم. بله، میتونه. تاریخ به ما میگه، خانم انتخابی فرد، تاریخ به ما میگه اون نخبگانی که اومدن و گفتن ما علیه نخبگان حاکم میشوریم و میخوایم یک جریان سوم را بندازیم، مثل مثلا موسولینی. البته ترامپ فاشیست نیست به معنی کلاسیکش، ولی منظورمون اینجا مقایسه است در راه اندازی یک جنبشی که از دل جنبش عمومی مثلا راست در میاد. اینها حزب درست کردن برای خودشون، یک سکوی تشکیلاتی قوی درست کردن، حتی گروه های شبه نظامی درست کردن. ترامپ همچین امکانی داره در جایی چون آمریکا؟ چنین امکانی رو نداره و بنابراین این احتمال ایجاد یک حزب جدید سیاسی خیلی کم و ضعیف هست. من هنوز فکر میکنم که ایشون چنان تأثیر بزرگی در روی حزب جمهوری خواه گذاشته، چنان اعضای حزب جمهوری خواه رو مرعوب کرده که حتی نمیتونن به آقای ترامپ بگن که شکست در انتخابات رو بپذیره و علارغم اینکه ایشون شکست خورده بود باز پشت آقای ترامپ جمع شدن. اگه اجازه بفرمایید یه مثال کوچکی وجود داشت از یک مستندی من دیدم، خانم
اسکات ساخته بودن در سال 1995 و با مادر آقای ترامپ صحبت کرده بودن. مادر آقای ترامپ میگفتن که ایشون وقتی که بچه بوده و با برادر کوچکتر خودش رابرت بازی میکرده، تیکه های اسباب بازی خانه سازی لگو رو که قرض میگرفته تا اسباب بازی خانه خودش رو تموم بکنه با چسب میچسبونده که بعد از بازی نخواد این تیکه ها رو به برادرش پس بده. همون منطق رو الان داره با حزب جمهوری خواه انجام میده. چیزی رو که به آریت گرفت و رئیس جمهور شد رو بر نگردوند به حزب جمهوری خواه و هنوز اونها رو در دست خودش داره. آقای ترامپ این میدان بازی رو به راحتی پس نخواهد داد. آقای شمس، حزب جمهوری خواه فقط یه سری نخبه سیاسی که ما میشناسیم مثل تد کروز و دیگر سران حزب در مجالس آمریکا که نیست. اون بدنه حزب جمهوری خواه، اون رأی چندین ده میلیونی، بخش مهمیش مسیحیان تبشیری هستن یا مسیحیان انجیلی. اونجور که گفته میشه یک چهارم رأی دهنده های سر آمریکا اینها هستن و اینها به کسی مثل ترامپ روی میارن، به حزب دموکرات روی نمیارن. و بعد کسایی رو داریم که از جریان جهانی شدن بازنده هستن. آیا حزب جمهوری خواه با اتکا به این پشتوانه ناچار نخواهد شد به حرف ترامپ گوش بده؟ حالا حرف ترامپ میتونه این باشه که من کاندید میشم یا فرزندانم، یا به هر حال تصمیم ترامپ برای حزب جمهوری خواه سرنوشت سازه. من فکر کنم سوالی که شما میکنید پیشفرض به شکلی شما پذیرفتین که ترامپ هنوز اون 70 و چند رای میلیونی که رای که خانم انتخاب فرد به عنوان نیروی هنوز خواهد داشت مثلا 6 ماه بعد از اینکه. من ارجبه می نیست. من فکر کنم ترامپ از کاخ سفید بیاد بیرون، مثلا اون توجهی که مطبوعات بهش میکنن دیگه نخواهن کرد. همه الانش هم ناراحته که مطبوعات چپ سی ان ان ها تصمیم گرفتن زیاد به حساب دنبالش نرن. از این زاویه ترامپ اون محبوبیت رو نخواهد داشت. این یک. دو، من مشکل ما اینه، درسته شما نمیزدید بحث ما، من اصلا قسم این نیست بگم اینا همه راست افراطی هستن. ما در تاریخ معاصرمون، در تاریخ قبلی هم داشتیم، جنبش هایی داشتیم که توده ها ازشون حمایت کردن، مثل نازیزم 80% 85% مدن الان پشت نازیزم بودن. به این معنی نیست که اینا همه مقصر. شما یه جنبشی غالب بوده در آمریکا به هر دلیل، این پوپولیزمی که ما میگیم، و این یه راه حلی داره. مشکل ما اینه اتفاقا از این زاویه باید بحث کرد. این مداوا، این دوایی که میگه از خود مریضی خیلی بدتره. میدونی ما اینو در سوال من در مورد سران حزب جمهوری خواست. سران حزب جمهوری در اسلام کار انجام نه. شده قرار نخواهد. شما باید اینو قبول کنی، سران حزب جمهوری و خود اون مسیحیان وقتی که این فضا بشکنه و اوضاع عوض بشه، این مردم هم قضاوت خواهند داشت. یعنی درسته میدیا روی اینا تاثیر داره، قضاوت خواهند داشت و به نظر من این رأی کاهش پیدا خواهد کرد. من این فرض رو هنوز نتونم بذارم که این 70 و چند میلیون هنوز نیروی ترامپ هن. من برعکس فکر کنم اتفاقا این تی پارتی بود ترامپ آوردن، برای اینکه اینا به قول اینگه بکسلش اوباما بود. یعنی به همین دلیلم ترامپ اولین کسی بله اولین کسی بود گفت این اصلا آمریکایی نیست، کسی دیگه جرأت نمیکنه. شخصیت ترامپ اینو بهش اجازه میده که همچین گفت این اصلا معلوم نیست آمریکایی هست یا آمریکایی نیست، و اونا به همچین کسی نیاز داشتن. ولی اگه اینا نمی آوردن خود ترامپ خیلی مشکل بود. از این زاویه نگیم ترامپ رفته اونجا، اونا ترامپ آوردن. ولی به هر حال من ارزیابی اینه که بعد از اگر البته گفتم اگر این متغیرها به اونجوری که من میگم تغییر کنه، نه ممکنه بعد کم رو به فراموشی خواهد رفت. شما اون سوال منو جواب ندادید خانم انتخاب فرد، که جریان هایی که میخوان علیه نخبگان حاکم بشورن، اینها باید یه تشکیلات قوی و منسجم داشته باشن. توییتر و نمیدونم اینجا و اونجا حرف زدن و جنجال رو پا کردن کافی نیست. شما برای اینکه سازمان و تشکیلات قوی داشته باشی که تاثیر بذاری رو حزب جمهوری خواه یا روی انتخابات، باید کار حزبی اساسی بکنی. در صورتی که به نظر نمیاد ترامپ سابقهش نشون نداده چنین فردیه. خب این گزینه دوم هست. گزینه اول همونطور که من عرض کردم به شما، ایشون در داخل حزب جمهوری خواه میمونه و اساس کار اونها استفاده میکنه. اما چنانچه که لازم باشه برای خودش هم تبلیغاتی انجام بده به طور مستقل، رسانه درست میکنه. آقای ترامپ خیلی راحت میتونه که یک شبکه تلویزیونی را بندازه. این روزا
پول زیادی لازم نداره. شما در ایالات متحده آمریکا به راحتی میتونید یه شبکه تلویزیونی تأسیس بکنید، روزنامه داشته باشید و همینطور عرض کردم قرار هستش که یک کمیته اقدام مدیریت مالی ایجاد بکنه در داخل حزب جمهوری خواه برای رسیدن کمک هایی که در سال از هر نفر بتونن بیش از 5000 دلار جمع آوری بکنن و این پول ها نه برای کاندید ریاست جمهوری بلکه برای انتخابات کوچک، میان حزبی، انتخابات سنا، کنگره و داخل ایالت ها برای شهرداری یا موارد دیگه استفاده بشه. خب این برای حزب جمهوری خواه خیلی اهمیت داره، یعنی کار به قولی گراس روت بکنه در سطح جامعه برای انتخابات. بله. در صحنه های مختلف. بله. در رده های مختلف انتخاباتی. بله. بله. و فکر میکنید موفق خواهد بود در چنین کاری؟ خب شما فکر نمیکنید که در 4 سالی که در کاخ سفید بوده تونسته تجربه حزبی و کار سیاسی هم به دست بیاره؟ چرا آقای کرمی؟ برای اینکه بیشتر هم حزبی هاش رو از خودش تاروند. بیش از 80% کسانی که به عنوان همتیمی وارد کاخ سفید کرد یا استعفا دادن یا اخراج شدن، یا بین اونها و ترامپ الان یک ردی از خون به جاست، یعنی به خون هم تشنه هستن. این نشون داد که کار تیمی بلد نیست و برای کار سازمانی و حزبی شما باید بتونی یک تیم رو بسازی، با این تیم بمونی، رهبریش کنی. چه این کاری نکرد. شما جواب خیلی خوبی دادید. این نشون میده که آقای ترامپ میتونه قدرت مالی داشته باشه، پول زیادی برای حزب جمع بکنه و این نشون میده که دلیلی نداره که خودش 4 سال دیگه بخواد به کاخ سفید برگرده. اما از این نفوذ و حضور میتونه برای حمایت از یکی دیگه از نمایندگان جمهوری خواه استفاده بکنه. اون چیزی که در بیرون از آمریکا ما میبینیم، دعوای سیاسی افرادی که استعفا کردن از کاخ سفید رفتن، حتی تا روزهای آخر دیدیم وزیر دفاع رفت کنار، در داخل آمریکا عادی هست برای مردم رای دهنده. غیر از این می بود ما باید به یک طریق دیگه میدیدیم که با آقای ترامپ رفتار میکردن. عادی هست، برای اینکه فهم کنن سیاستمدارا میان و میرن. اون چیزی که برای حزب جمهوری خواه مهم بود تأثیری بود که آقای ترامپ برای آوردن اون خیلی شکیل رای دهنده گذاشت، حتی باعث ایجاد موج در بین دموکرات ها شد. اگر وجود آقای ترامپ در انتخابات نبود، دموکرات ها هم نمیتونستن یک چنین رای رو بیارن. همونطور که عرض کردم، اون تنفر و اون خواست فقط بیرون رفتن آقای ترامپ از کاخ سفید باعث شد که این موج بزرگ برای هر دو حزب ایجاد بشه. و شما فکر کنید که در حزب جمهوری خواه هستید، چرا دوباره نخواهید از این موج استفاده بکنی 4 سال آینده؟ آقای ترامپ رو میشه ازش حزب جمهوری خواه میتونه استفاده بکنه و آقای ترامپ هم میتونه از حزب جمهوری خواه استفاده بکنه. بله، دو جانبه خواهد بود. آقای شمس، من اخیراً یه مقاله خوندم در نیویورک تایمز در مقایسه اون چه که در 1933 در آلمان گذشت و آمریکای کنونی. نویسنده مقاله معتقد بود که در 1933 آلمانی‌ها به این دلیل به هیتلر روی آوردن که بیش از 15 سال در گوششون خونده شده بود که پیروزی که مال ما بود رو از ما دزدیدن. یعنی سران حزب نازی معتقد بودن آلمان در جنگ اول برنده شده ولی این رو ازشون دزدیدن. و این توهم رو جمعیت آلمان پذیرفت. نویسنده این مقاله میگه که در آمریکا هم اگر این 70 میلیون حرف ترامپ رو بپذیرن که پیروزی مال ما بود، از ما دزدیدنش، قاپیدنش، این شکاف کنونی رو به مراتب شدیدتر میکنه و ترمیم جامعه آمریکا دشوار خواهد بود. ممکنه بگیم اغراق هست در اون مقاله. خود نویسنده این مقاله هم نوشته بود که نمیخواد ترامپ با هیتلر مقایسه کنه. وقتی شما فکر میکنی بازنده نشدی و این در ابعاد 70 میلیونی تکثیر بشه، آیا این یک به قول نویسنده ترومای خیلی عمیق باقی نخواهد گذاشت و این تروما در انتخابات بعدی چه خواهد کرد؟ این بستگی این داره که آقای بایدن موافق بشه یا نه. ولی اگه موافق نشه، شما نظر میگه 72 میلیون 80 میلیون، این جامعه ترامپ اولین پوپولیستی خواهد بود که جامعه آمریکا رو دوشقه کرده. معمولا پوپولیستا مردم رو در مقابل حاکمان قرار میدن، نه اینکه مردم رو دوشقه بکنن. ترامپ خیلی روشن تمام جامعه آمریکا رو دوشقه کرده. وقتی یه چنین شکاف عمیقی که نویسنده ازش حرف میزنه وجود داره، واقعا میشه انتخابات آینده آمریکا رو انتخاباتی بین یک
جمهوری خواه کلاسیک و یه دموکرات کلاسیک فرض کرد. نه قطعا نمیشه اصلا، ولی اینم شما در نظر بگیرید اگر این شکاف ادامه داشت با این حدت که ترامپ یه موج سوم بشه، احتمال اون ورش هم از اون چی شانتل موف میگه یه پوپولیزم چپ برآمد بکنه. نظری پرداز بله خب، یه پوپولیزم چپ، پوپولیزم با مفهوم چپش بیاد که پادزهر این یکی بشه، پادزهر این یکی بشه، اون شکاف در واقع در به طرف انفجار خواهد رفت. در منظور شما اینه که بخش زیادی از کسایی که به ترامپ رای دادن اگر نه مسیحیان تبشیری، اونهایی که احساس تضرر میکنن از جهانی شدن، اونها به جای اینکه برن سمت ترامپ، برن سمت کسی مثل ساندرز. و این بحث بسیار زیاد جدی هست، به این دلیل هست که بیشتر این متخصصان جمله موف خودش میگه ما اینا چپ موافق نبوده، چپ نتونسته شعارهایی رو مطرح بکنه که مثل راست یا پوپولیزم راست اینا رو جذب بکنه. کاملا امکان وجود داره که ما پادزر پوپولیزم چپ رو بیاریم قرار بدیم، اون وقت جامعه به طرف وضعیت بسیار جدیدی خواهد رفت، جامعه آمریکا که به عنوان کشور قدرتمندی. عوامگرایی چپ در ایالات متحده آمریکا به اون معنی که بخوام بگیم که سوسیالیست باشن یا بخوام به ایده های سوسیالیستی فکر بکنن راه نداره. حتی دیدیم در انتخابات فعلی هم آقای بایدن سعی کرد که خودش رو کنار نگه داره از چیزایی که آقای ترامپ بهشون نسبت میدادن در مورد اینکه کاندید جناح چپ هستن یا قرار ایالات متحده رو به سمت چپ گرایی ببرن. نگرانی هایی که در جامعه سنتی آمریکا، در جامعه مردم کشاورزی یا مذهبی وجود داره، به طور سنتی اونها رو از اینکه بخوان نزدیک به یک کاندید چپ بشن کنار نگه می‌داره و کل جامعه آمریکا همون جامعه چپگرا دانشجوها هستن. بله، ولی نتایجی که از انتخابات اخیر در اومد وقتی بررسی شد نشون داد که بخش زیادی از رأی‌های آقای ترامپ رأی‌های اقشار خارج از مراکز بزرگ شهری بوده که زیر حدود $30,000 در سال دارن و اینها راست انجیلی هم نبودن. درسته، اینها کسایی هستن که جذب شعارهای اقتصادی در مورد افزایش اشتغال، جذب شعارهای اقتصادی در مورد آوردن خط تولید به داخل کشور و اینجور چیزها میشن. فکر نمی کنید اینها جذب کسی، اگر نه خود برنی ساندرز، کسی چون برنی ساندرز بشن؟ نه، اینا افرادی هستن که فکر میکنن مهاجرین شغلها رو از اونها دزدیدن، افرادی که دارن وارد آمریکا میشن دارن به اقتصاد کشور و به کار و کسب اونها لطمه میزنن. اینا همون افرادی هستن که باور میکنن که حضور آمریکا در پیمانهای بین المللی باعث میشه که از سرمایه ملی کم بشه، یا مالیات دهندگانی هستن که پولشون به اشتباه به جای اینکه صرف ایالات متحده بشه صرف پروژه های میشه که بی منفعت هست برای اونها. به این معنا جذب پوپولیسم چپ نمیشه. خیر، یعنی سناریویی که شما گفتید از نظر ایشون ناممکنه در جایی چون آمریکا. مثلا خود بایدن درست میگم خیلی سعی کرد خودش رو از جریان چپ، از شعارهایی که ساندرز میداد، تا اونجایی که ممکنه متمایز کنه دیگه. آره، برای اینکه خب اونا این خطر رو احساس میکردن، بنظرم ساندرز هم پذیرفته. یعنی این تبلیغاتی که ترامپ میکنه که به ساندرز ظلم کردن، خود اونم خطر ترامپ رو جدی میدیدن و عقب کشیده به نظر من. یعنی و در واقع چپ حزب دموکرات قبول کرده که میانه حزب دموکرات بیاد وسط، توافق سیاسی دیگه. ایشون میگه که جامعه آمریکا به سمت پوپولیسم چپ نمیره. از چه زاویه میتونید بگید پوپولیسم چپ به معنای اینکه شعارهای کسانی چون ساندرز؟ شعار کسایی زده. خب ما حداقل در انتخابات هم زمان اوباما اینو دیدیم، حد دیدیم ساندرز یک نیروی بسیار جدیه در حزب دموکرات و در جامعه آمریکا. اینجوری چپ نبودن. یعنی اینکه ما بگیم حتما، این حتمی من گمان دارم که بگم حتما مردم آمریکا به قول معروف استالین میگفت بولشویک‌ها رو از خشت دیگه درست کردن، بگیم مردم آمریکا رو از یه خاکی درست کردن که طرف چپ نمیرن. من فکر کنم این شیوه خیلی جوهر باورانه نیست. اوضاع سیاسی بستگی داره. بستگی داره به نظر من بعد از پیروزی بایدن و غرب و مسئله غرب و آمریکا، اصلا ما در اروپا هم شاهد ممکنه برآمد چپ باشیم. اگر در اروپا شاهد برآمد چپ باشیم یا حداقل فشار بر راست افراطی باشیم، در آمریکا چپ میتونه برآمد بکنه. چرا نه؟ قدرت بگیره.
جامعه آمریکا جامعه خیلی سنتی هست، اصلا شباهتی به اروپا نداره. هیچ کدوم از کاندیداهای ریاست جمهوری در آمریکا نه راست افراطی بودن نه چپ افراطی بودن، حتی آقای ترامپ هم راست افراطی نبود. یا وضعیتی که درست در روزهای بعد از انتخابات پیش اومد، همه جا رو در تخت کوبیده بودن، منتظر بودن که یک خیزشی بشه یا یک جریانی به وجود بیاد برای حمایت از آقای ترامپ یا چپ‌هایی که خواهند باخت که بخوان حمله بکنن به مغازه‌ها و مراکز عمومی. چنین نشد. چنین نشد. من گمانه‌زنی کرده بودم که چه اتفاقی نمی‌افته. مردم آمریکا در نهایت شرایط رو خواهند پذیرفت. حتی دیدیم که از فاصله که آقای ترامپ نتایج انتخابات رو نمیخواست بپذیره تا روزی که مشخص شد که نتایج انتخابات به نفع آقای بایدن بوده، زمان گذشت. یعنی شکایت‌های انتخاباتی و رفت و آمدهایی که اتفاق افتاد، این فرصت رو به جامعه آمریکا داد که نتیجه رو بپذیره، حتی اگر خرسند نباشه و احساس کنه که یک تقلب اتفاق افتاده. جمعیت آمریکا اون جمعیت مثل فرانسه نیست که آتش بزنه تخریب بکنه. اتفاقی که تابستان در آمریکا افتاد یه اتفاق خیلی خاص بود. منظورتون درگیری های ناشی از کشته شدن وضعیت اقتصادی خراب بود. فرصت پیش اومد، دیدیم که حتی اون جریان هم یک جریان مدنی بزرگ نشد که سخنگو داشته باشه. الان ما ببینیم یک حزبی، یک جریانی به وجود اومده، خیلی کوتاه و موقتی بود. نشانه های زیاد میگه که این حتی حزب با در آمریکا خیلی نزدیک به هم هستن، یعنی دموکرات و جمهوری خواه در دو قطب خیلی شدید مخالف با هم دیگه قرار ندارن. و برای همین داریم میگیم که شما میفهمید که حزب سوم به وجود اومدن واقعا یه پدیده نادری خواهد بود و یک سازوکاری لازم داره که هنوز شرایطش فراهم نشده. چه چپ افراطی چه راست افراطی. در آمریکا ما همه الان هم که ما داریم نگاه میکنیم، مثلا جنبش زنان، فمینیسم، یعنی کاملا با یه جامعه سنتی نمیخونه. یعنی شما بویژه در حزب دموکرات بیشتر این فرماندارا زنن، یعنی زن جوان هم هستن ها. و این به نظر من غیر سوئد خیلی کشورهای دیگه هم چنین موقعیتی ندارن. از این زاویه اینکه میگیم ما سنتی مذهبی جامعه هم میگید زن جوان هم هستن، منظورتون اینه که آمریکا به تجربه سیاسی کمتر بها میده نسبت به اروپا، منظورتون اینه؟ نه، منظورم اینه که پذیرفتن. یعنی این در سالاری معنیش نیست، معنی اون چیزی که من گفتم. نه، سنتی بودن. در جامعه سنتی، در جامعه مذهبی زنان فرصت محدودتری خواهند داشت. ولی آمریکا اینو میخواد بگید نشون نمیده. نشون نمیده، حداقل این چیزی که ما الان داریم میبینیم. سازوکار سیاسی در آمریکا رو ما راجبش صحبت نکردیم که کنگره است، از جمله مجلس نمایندگان سنا، دادگاه ها و کاخ سفید، به خصوص دیوان عالی، دادگاه ها. اینها زمینه رو برای سیاستمداران چون ترامپ بیشتر فراهم نکرده در سالهای اخیر. من فکر نکنم تا اونجایی که من میفهمم، ببینید که فکر کنم سیستم سیاسی آمریکا جزء بهترینه در مجموعه که ما می‌بینیم و این بالا از اون بگذاریم. آره. ولی مثلا ترکیب دیوان عالی نه این سیستم این کارو بکنم و این بالانس هم تو دادگاه عالی به نفع کنسرواتیوا یا حزب به اصطلاح جمهوری خواها به هیچ وجه به این معنی نخواهد بود. اینا همه میرن اونور. ما حداقل آرایی که تا الان رفتن دادگاه نشون داده، درسته که اون رای هایی که از دیوان عالی در اومده در اومده اینجوری نبوده که اون چیزی که ترامپ میخواد، به همین دلیل ترامپ عصبانی است. اتفاقا اینجا یه نکته هست، اونم اینه که به نظر من دموکراسی که میگیم دوباره دموکراسی همیشه مشروطه به مؤسساتی که دموکراتیک انتخاب نشدن، از جمله حکومت قانون، از جمله همون قوه قضاییه مستقل که با انتخابات هم نیست و اینها به اصطلاح دفاع حفاظت میکنه از دموکراسی. فکر میکنید سیستم آمریکا حفاظت میکنه؟ نه نه، ولی یه اتفاق افتاده که در آمریکا هم افتاده. ما در پروسه‌ای هستیم که در چرخش قرن بهش میگیم پسا دموکراسی، یعنی دموکراسی در همه ریبرال دموکراسی از مکانیزم اساسی خودش خالی شده، به همون معنای پسا صنعتی که میگیم. یعنی بله. به این معنا نیست دموکراسی نیست، پارلمان هست، کنگره هست، سنا هست، ولی اون دینامیز اصلی، اون دموس، اون نقشی که مردم در دموکراسی داره، اون نقش یه مقداری حذف شده، کم رنگ شده، بیشتر شده. برای سیاستمداران چون ترامپ فرصت ایجاد کرده. خوب. که مثلا چیزی که خانم انتخاب فرد میگه، خب این اومده دختر خودش، پسر خودش، دامادش، آورده، کسی حرف نمیزنه. اینو شما اگه 10 سال پیش انجام میدادی چیز خیلی عجیب غریب بود در دلمان بگم. آیا همین برای انتخابات بعدی خودش سرمایه نیست؟ من ارزیابیم اینه، ما اگر چون ما در گذار به پساد دموکراسی هستیم،
اگه متوقف نشه ما دچار وضع بسیار وحشتناکی خواهیم شد. ارزیابی من این اگه این روند عوض بشه دوباره میتونیم دموکراسی جون بگیره. میتونه دموکراسی جون بگیره. راجع به سازوکار که صحبت میکنیم بذارید یه ویدیوی همکاران من پخش کنن و ببینیم بعد سوالمو بپرسم. دقیقا مربوط به سازوکار مربوط به آمریکاست. My people came to me, Dan Coats came to me and some others, they said they think it's Russia. I have President Putin, he just said it's not Russia. I will say this, I don't see any reason why it would be, but I will tell you that President Putin was extremely strong and powerful in his denial today. بله. چرا این ویدیو رو پخش کردیم؟ خیلی از کسانی که در درون دستگاه دیپلماسی خود آقای ترامپ بودن میگفتن روسیه در انتخابات پیشین آمریکا دخالت کرده در 2016. آقای ترامپ بعد از دیدار با پوتین تو این کنفرانس مطبوعاتی میگه و من دارم ترجمه میکنم حرفاشو، My people یعنی آدمای خودم اومدن پیشم گفتن روسیه در انتخابات دخالت کرده، ولی اینجا من پرزیدنت پوتین رو دارم که میگه روسیه این کارو نکرده. دلیلی ندارم بگم روسیه این کارو کرده. پرزیدنت پوتین هم با اطمینان میگه چنین چیزی نبوده. چرا این ویدیو رو پخش کردیم؟ این یکی از اون مواردیه و زیاد داشتیم از این موارد که نشون میده که آقای ترامپ جذب شخصیت پوتین شده، شخصیت‌های اقتدارگرا، چون پوتین اصولاً برای آقای ترامپ جاذبه دارن و شیفتشون میشه. و ترامپ در طول 4 سالی که در آمریکا در کاخ سفید بود فکر میکرد که میتونه مثل پوتین رفتار بکنه، اما سازوکار آمریکا خیلی مانع جلوش گذاشت. آیا همین سازوکار مانع نخواهد شد که آقای ترامپ در انتخابات بعدی بتونه باز بازیگر بشه، سرنوشت ساز بشه، یا به عنوان کاندید، یا به عنوان کسی که پشت فرزندانشه، یا به عنوان کسی که یه تصمیمی رو به هر حال تحمیل میکنه بر حزب جمهوری خواه؟ به گفته آقای شمس آمریکا متفاوته، یک سیستمی داره که اجازه نمیده که اونجوری که پوتین در روسیه عمل میکنه یک کسی بیاد در آمریکا عمل کنه. بله این خیلی هم خوب هست و همین دلیل هم هست که مردم آمریکا معمولاً مطمئن هستند در مورد دموکراسی در این کشور و اینکه قانون پشتشون هست و حمایت‌های قانونی باعث میشه که تقلب یا هر مشکل و موضوع دیگری در انتخابات یا موضوع اینه. وقتی میگیم سازوکار منظورم اینه که در جایی چون روسیه جلوی پوتین در سیستم سیاسیش مانع چندانی نیست، ولی در آمریکا در سیستم سیاسیش موانع زیاده که آقای ترامپ جذب کسی چون پوتین شده بتونه مثل پوتین عمل کنه. بله من متوجه منظور شما هستم و فارغ از اینکه کسی در عضو حزب جمهوری خواه یا دموکرات باشه، قانون اساسی این کشور هست که پشتوانه عظیم حمایت از رأی مردم و همون سازوکار قانونی و دموکراسی این کشور که خیلی مهمه، که حالا کنگره هست و سنا هست. آقای ترامپ اهل معامله است. به نظر من حتی گفته‌ای که راجع به آقای پوتین داشت یا رهبر کره شمالی یا حتی اینکه می‌خواست با رهبر جمهوری اسلامی ملاقات بکنه، از اون فکر معامله گرانه خودش میومد که فکر می‌کرد سیاست هم با معامله قابل انجام و قابل حل و فصل. موفق نشد. بله. الان هم اینا موضوع خوبی به شما اشاره کردید. برگشت آقای ترامپ به سیاست بستگی به این داره که اون پرونده‌های ناتمام باز در 4 سال آینده چطور رسیدگی خواهد شد، از مسئله مربوط به ندادن تکس یا تخلفات مالیاتی تا مسئله رابطه با دول خارجی. خیلی مهم و حساس هست که ببینیم آیا خودش و نزدیکانش رو عفو خواهد کرد در روزهای پایانی حضور در کاخ سفید. اگر این کار رو بکنه پرونده سیاسی خودش رو می‌بنده برای حضور شخصی خودش در انتخابات سال 2024. اگر باز بگذاره بعد ببینیم که قانون آمریکا با رئیس جمهور پیشین چطور رفتار خواهد کرد. اما برای فرزندانش اینم از اون نکات مهمه، یعنی پرونده‌ای بله. که در ارتباط با اعمال نفوذ در خیلی از بله. مسائل سیاسی، تجارتی، مالیات‌های آقای ترامپ بله. اینها بله. بسته بشه، خانم‌هایی که شکایت کردن بعضی از اینها در مورد بله. دانیل استورمی دانیل بله. اون پرونده هنوز بازه که حق و سکوت داده شده بود بهشون بله. قبل از انتخابات. اما میتونیم بگیم که خب آمریکا همین دموکراسی برای همه هست، اگر که پدر بد کرده این باعث نمیشه که فرزند بخواد به خاطر پدر
محروم بشه. به نظر میاد که اینطور به نظر میرسه که اگر ایشون بخواد یک کدوم از این فرزندان رو ترجیح بده برای انتخابات سال 2024، دخترشون ایوانکا ترامپ رو به جای پسرشون میگذاره، علیرغم اینکه برای این اساس که خب به نظر شاید برسه که در 4 سال بعدی خانم کاملا هریس به طور سنتی معمولا معاون رئیس جمهور هست که کاندید بعدی راست جمهوری میشه. البته میگم هنوز نمیتونیم پیش بینی بکنیم، در مقایسه با یک کاندیدی که فرزند یک مهاجر و رنگین پوست هست، خانم ایوانکا ترامپ که یک سفید پوست است و 4 سال در کاخ سفید بوده و اون کارنامه را از پدرش سراغ داریم که تونست یک موج بزرگی ایجاد بکنه، میتونه رقیب خوبی باشه و به نظر میرسه که اون چیزی که دارن آماده میکنن برای ایوانکا ترامپ خواهد بود تا پسرشون که دونالد ترامپ جونیور نام داره. اینه که من فکر میکنم که آقای ترامپ الان بستگی داره که آیا عفو خودش رو میکنه یا نمیکنه و اون نزدیکانشون رو، و بعد از اون میتونیم ببینیم که بعد از 20 ژانویه واقعا برنامه چه خواهد بود. خیلی کوتاه شمس اگه نکته هست. حرفی که خانم انتخاب فرزندان خیلی درسته، یعنی این مسئله که ترامپ از ارزیابی من این عفو میکنه، ولی واقعا چون برای اینکه پرونده خیلی سنگینی داره و نگرانه برای خودش و اطرافیانش، و این از این نظر این اعتبار سیاسی خودشو میسوزونه و به نظر من خیلی مشکل خواهد بود. ارزیابی من این بود که اصلا ترامپ دوباره این برآمدی را که 2016 واقعا با این رأیی که آورد و تونست رئیس جمهور آمریکا بشه، یا دختر ایشون بتونه همچین شانسی داشته باشه، من خیلی بعید میدونم. بسیار خوب، خیلی ممنونم. به آخر پرگار این هفته میرسیم. ممنون از شما که این بحث رو تماشا کردید و همینطور از مهمانهای برنامه کاملیا انتخابی فرد و سعید شمس. پرگار را پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید اون رو شنبه ها زودتر ببینید. هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست، یعنی نسخه شنیداری پرگار، در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه. پادکست برنامه که اندکی طولانی تره و صحبت خودمونی آخر برنامه به اون اضافه میشه رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم میتونید دریافت کنید. ضمناً این چند دقیقه اضافه پادکستی رو به طور تصویری روی اینستاگرام بی بی سی فارسی هم میتونید ببینید. روز و شب بر همه شما خوش.